چند سالی است که 19 ذی‌الحجه به عنوان یک رویداد تاریخی مربوط به سرزمین کربلا در تقویم شیعیان ثبت شده است. فاجعه‌ای که در این روز توسط وهابی‌ها در کربلا رقم خورد آنچنان گسترده بود که کمتر منبع تاریخی میتوان یافت که از آن یاد نکرده باشد. گویا این یورش به شهر مقدس کربلا بزرگترین فاجعه تاریخ این سرزمین پس از عاشورا بوده، تا آنجا که برخی از مورخان آن را عاشورای دوم نامیدند. بر همین اساس 19 ذی‌الحجه توسط مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز جهانی مظلومیت کربلا نامگذاری شده است. در ادامه همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. مظلومیت همواره با نام کربلا گره خورده و به بلندای بیش از 1000 سال شامل حال این سرزمین شده است. از شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در سال 61 هجری تا اعمال محدودیت ها برای زیارت عاشقان آن حضرت در دوران حکومت بنی امیه و تا یورش های بی امان متوکل عباسی به مرقد آن حضرت و ظلم های بسیاری دیگر از زمامدارانی که نام و یاد حسین و تأثیر عاشورای او لرزه بر اندام آنها می انداخت. اما گویا آنچه در سال 1216 هجری قمری توسط وهابیون اتفاق افتاد آنچنان عظیم بوده که از آن تحت عنوان عاشورای دوم نام بردند. در روز 19 ذی‌الحجه سال 1216 هجری قمری گروهی از وهابی ها به فرماندهی عبدالعزیز ابن سعود از سرزمین حجاز وارد عراق شده و به شهر مقدس کربلا حمله ور شدند. این گروه از وهابی ها از مسیر محله خیمگاه وارد شهر مقدس کربلا گردیده و بیرحمانه اقدام به کشتن مردان، زنان و کودکان و همچنین غارت اموال مردم این شهر و نیز به تاراج بردن اشیاء قیمتی حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام نمودند. در این روز تعداد زیادی از ساکنان شهر کربلا بر اساس رسم دیرینه و همیشگی خود در روز عید قدیر به زیارت حرم امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف رفته و در کربلا حضور نداشتند و به همین جهت کربلا خالی از حضور مردان برای مقاومت در برابر لشکریانی بود که به این شهر تاخته بودند. طبق نقل برخی از منابع تاریخی در خلال این حمله 7000 تن از افراد فاضل و دانشمند و بزرگان شهر و سادات و مردم کوچه و بازار به شهادت رسیدند. ضمن آن که در این واقعه خسارات قابل توجهی نیز به حرم امام حسین علیه السلام وارد شد. عظمت و بزرگی این واقعه آنچنان گسترده بوده که تقریبا تمامی منابع تاریخی شرح آن را نگاشته و به جزئیات آن اشاره نمودند. علامه سید محسن امین در کتاب اعیان و شیعه این گونه می نویسد: وهابیان به زور وارد کربلا شدند، مردم آنجا را به خاک و خون کشیدند و جز عده کمی که فرار کردند و یا مخفی شدند دیگران را کشته و مجروح کردند. قبر مطهر امام حسین علیه السلام را ویران کرده، شبکه های ذریح مطهر را کندند و اموال آنجا را سرقت کردند و هرچه از اموال بود با خود بردند. آنان با این کار اعمال متوکل عباسی نسبت به قبر مقدس امام حسین علیه السلام را زنده کردند. عثمان ابن بشر از تاریخ نویسان وهابی در شرح این یورش چنین نگاشته است: گنبد روی قبر، یعنی قبر حسین ابن علی علیه السلام را ویران ساختند و صندوق روی قبر را که زمرد و یاقوت و جواهرات دیگر در آن نشانده بودند برگرفتند و آنچه در شهر از مال و سلاح و لباس و فرش و طلا و نقره و قرآن‌های نفیس و جز آنها یافتند غارت کردند و نزدیک ظهر از شهر بیرون رفتند، در حالی که قریب به 2000 تن از اهالی کربلا را کشته بودند. مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به همین مناسبت این روز را روز جهانی مظلومیت کربلا نامگذاری کردند و در تاریخ ثبت شده است.